آقایان اساسا شنونده خوبی نیستند، در حالی که خانم ها بسیار شنونده خوبی هستند. آقایان اساسا از راه چشم عاشق می شوند، در حالی که خانم ها اساسا از راه گوش عاشق می شوند. من همیشه به دانشجوهای پسرم گفتم قبل از اینکه، گفتم هر وقت خواستید برید مخ دختری رو بزنید، قبل از اینکه اون دختر قیافه نحس شما رو ببینه، دو سه بار بهش موبایل بزنید یا تلفن، به راحتی مخش رو میزنید. میدونین چرا؟ علتش اینه که دخترها با فضای در حقیقت سمعی و شنوایی به دلیل همون ویژگی‌های کنجکاوی و ذهن پردازی که در دوره راهنمایی بوده روی این صدا کار میکنن. اینو بدونید، یک پسر ماهر، ببینید شرایط در حقیقت مخ زدن به این صورته. اینا رو دقت کنید، اگر حواستون از این قضیه پرت بشه، هر آن زمینه این فریب وجود داره از طرف یک پسر. نگم؟ بذار بگم ما از یک خانواده ایم و باید همه بدونه. ببینید پسرها لمشون اینه، اولا یه پسر حرفه‌ای و مسلط حواسش هست که در مدت 2 هفته 4 بار به این دختر زنگ میزنه به این شکل. اول یه مسیجی رو میفرسته از جملات یکی از عرفا یا بزرگان اندیشمند، بعد میمونه که این دختره چی جواب بده. بعضی از دخترها صراحتن اعلام میکنن که پیامو اشتباه فرستادیم، بعضی از دخترها هیچی نمیگن. بعد پسره زنگ میزنه به همین شماره و دختره بهش میگه که مثلا پیامو اشتباه فرستادیم، چون بعد از یک مسیج اگر دختره واکنش نشون نده، صلاح در این است که پسره 2-3 بار دیگه باز مسیجو یا مسیجای مختلفی رو بفرسته. نهایتاً زنگ میزنه، دختره بهش میگه اشتباه گرفتی. پسره بسیار مؤدبانه بهش میگه که خیلی معذرت میخوام، من عذر میخوام از این که مزاحمتون شدم و پیاما رو اشتباه فرستادم. بعد دختره بعد بهش میگه خب حالا که به هر حال درست شماره رو اشتباه گرفتم، ولی میتونم یه 2-3 کلمه صحبت کنم. هر چیزی دختره بگه در جواب مهم نیست، مهم اینه که پسره ادامه بده و میگه که من نمیدونم، یه مدتی حالا احساس تنهایی میکنم، یک احساس خلأ فلان. بعد این تماس قطع میشه، دختره مثلا میگه که عذر میخوام دیگه تماس نگیرین، یا بهتره که تماس نگیرین. بعد باز 2-3 تا مسیج دیگه، باز تماس بعدی، تا کم کم این دختر بیشتر گوش میکنه. این نیست که گوشی رو بذاره و قطع کنه، این آغاز خطای یک دختر. دختر این پسرها بعد از این 4 تا تماس که توی این 7-8 روز انجام میشه، دیگه باید تلفن رو قطع کنه، تماس رو قطع کنه، دیگه تماس نگیره تا حدود 1 ماه بگذره. تو این 1 ماه مغز این دختر کاملا روی اون صحبت ها و مسیج ها کار میکنه و هر آن منتظره که به طور طبیعی به دلیل اون گره های عاطفی که وجود داره منتظره تا این پسره زنگ بزنه.
اما این پسر تا یک ماه تقریبا نباید زنگ بزن. بعد از یک ماه که اون مسیج رو میفرسته، این حالا تو این یک ماه این دختر چه کار میکنه؟ با این صدایی که شنیده و با این مسیجای عارفانه‌ای که دریافت کرده، خودش برای این پسر تصویر میسازه. گاهی اوقات دانشی و خود من میاد میگه که آی دکتر یه پسری ماه، میگم دیدیش؟ میگه نه. میفهمم این با این در ذهن ساخته اون تصویر رو. تصورش اینه که یک شاهزاده سوار اسبهای بالدار از لایه های هفتم آسمان اومده، از اوزونم عبور کرده که مثلا بیاد اینو ببره. مثل بچه‌ای که به با مادرش گفت که مامان این شاهزاده سفید با اسب بالدار یعنی چی؟ گفت یعنی خری مثل پدرت. چه میدونی؟